پیش از آنکه این ماده سیاه نفت بشود مهمترین صادرات ایران، این وظیفه بر عهده تاجران بود که مخمل و شال و ابریشم به جهان می‌فرستادند. اما داستان ما درباره دوره‌ای است که تریاک ناگهان سر بر می‌آورد. عصاره خشک شده گیاه خشخاش تمام کشور را در بر می‌گیرد و پادشاه صادرات ایران می‌شود. کاری که امیر کبیر به آن دامن زد و بعدش به کمک دولت بریتانیا به اوج رسید. قبل از اینکه از آن دوره بگوییم، بهتر است اول ببینیم چطور این ماده مخدر به ایران وارد شد. برخی ها چین را اولین مصرف کننده تریاک دانستند که درست نیست. قدیمی ترین اسناد نشان می‌دهد که چینی ها حدود 700 قبل از میلاد، یعنی 2700 سال پیش تریاک را شناختند و پس از یورش مغول ها با خوردن آن آشنا شدند. در حالی که نام تریاک در لوح‌های سومری 6000 ساله هم آمده، سومریان خشخاش را گیاه شادی بخش می‌دانستند و بعدها آشوریان هم نام آن را داروی همه دردها گذاشتند. خشخاش از سومر به مصر رفت و آنجا به عنوان مسکن و خواب‌آور استفاده شد که نقش‌هایش به جا مانده. سپس از مصر به یونان وارد شد که ارسطو و هرودوت درباره آن گفتند. هومر شاعر یونانی در 2600 سال پیش از کشت خشخاش در باغ‌های روم گفته و رواج آن در داروسازی. گفتند تریاک بعد از حمله اعراب به ایران آمده. شاید رواجش در این دوره بیشتر شده، چون می‌دانیم که در اردابیلرافنامه دوره ساسانی از این افیون نامی برده شده. از طرفی یافتن این وافور 4000 ساله در محوطه باستانی چلو در شهرستان جاجرم نشان می‌دهد که تریاک را کمابیش در فلات ایران می‌شناختند. البته بیشتر برای مصارف دارویی و نه تفننی. فردوسی در شاهنامه میگوید زمانی که اسکندر بیمار شد، طبیبی هندی برایش تریاک تجویز کرد. بوعلی و رازی هم از خواص دارویی تریاک نوشتند. اما سلطان مسعود غزنوی کسی است که در تاریخ ایران نامش به عنوان مصرف کننده تریاک ثبت شده. زمانی که برای نبرد با طغرل بیک سلجوقی به نیشابور میرفت و تریاک خورد تا خواب از سرش بپرد. بیهقی مورخ ایرانی نوشته سلطان که با خوردن تریاک کیفش گل کرده بود، به فیلبان امر کرد که فیل را آهسته حرکت دهد تا کیفش خراب نشود و همین قضیه باعث شکست سلطان شد. از این دوره به بعد کمابیش به تریاک اشاره هایی شده. مثلا اعتیاد سلطان احمد ابن اویس جلایر، ششمین پادشاه از دودمان جلایریان. اما فراگیری تریاک را در اسناد دوره صفوی می‌بینیم که این ماده مخدر بین بزرگان و درباریان و رجال عالی مقام متداول می‌شود. شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی که خطر مصرف افیون را جدی می‌دانست، تریاک را ممنوع کرد. اما پسرش شاه اسماعیل دوم معتاد بود. او که قبل از بر تخت نشستن 20 سالی را به فرمان پدر در قلعه قهقهه زندانی شده بود، برای تسکین دردهایش روزی 2 مسقال تریاک می‌خورد که سرانجام هم در زمان پادشاهیش با آلوده کردن تریاک او به سم به قتل رسید. شاه عباس اول پنجمین شاه صفوی مخالف سخت هر دود و دمی بود. تریاکی ها را بی هنر می دانست و دستور داد تمام درباریان یا تریاک را ترک کنند و یا دربار را. او اواخر سلطنتش برای تریاک مالیات گذاشت تا کمتر کسی سمت آن برود. گرچه پس از او کاشت خشخاش ادامه یافت، همچنان که ژان شاردن جهانگرد فرانسوی و آدام اول آریوس پژوهشگر آلمانی در سفرنامه های خود از ایران اشاره کردند. پس از صفویان تا پایان دوره افشاری و زندی همچنان تریاک خوردن در ایران وجود داشت، ولی هنوز کشیدن آن همه گیر نبود. میگویند حمله نادرشاه به هند باعث شد تا ایرانیان کشیدن تریاک را از هندی‌ها یاد بگیرند. از طرفی گفتند که با آمدن درویش‌های هندی به کرمان در دوره قاجار و کاشت خشخاش توسط آنها در ماهان، دود کردن تریاک در ایران شروع شد. از آن طرف در هند انگلیسی‌ها کاشت وسیع تریاک را آغاز کرده بودند و صادراتشان به چین آنقدر زیاد بود که دولت چین ورود تریاک را ممنوع کرد. ولی انگلیس در جواب به چین اعلان جنگ داد که به جنگ‌های اول و دوم تریاک مشهور شد. چین نبرد را باخت و انگلیس هم دوباره صادرات تریاک را از هند به چین بیشتر کرد و حالا به دنبال محل کشت وسیع‌تری می‌گشت. امیر کبیر که پس از جنگ اول تریاک به وزارت رسیده بود، سال 1229 خورشیدی دستور داد در اطراف تهران کاشت خشخاش برای صادرات آغاز شود. چرا که 6 سال قبلش محموله از تریاک اصفهان با کمک انگلیسی ها به چین صادر شده بود و از آن قبلتر داوود ساسون یا دیوید ساسون به هنگ کنگ تریاک صادر کرده بود.
ساسون که از ترس دولت عثمانی از بغداد گریخته و به بوشهر آمده بود، بعد از آن به هند رفت و تجارت تریاک در ایران و هند و چین را به دست گرفت. با وجود این پیشینه، کار امیر جرقه‌ای بود که ناگهان همه گیر شد. 10 سال بعد از امیر کبیر، تریاک چنان همه جا را گرفته بود که نیم قرن بعدی را از آن خود کرد. از زمانی که صادرات وسیع تریاک در 1239 خورشیدی آغاز شد و تا 1283 در اوج ماند. مهمترین بارانداز تجاری ایران هم اصفهان بود که مناطق زراعیش پر از خشخاش شده بود و محل تجمع شرکت‌های خارجی و داخلی صادرات تریاک. پس از آن یزد در مقام دوم و فارس در مقام سوم قرار داشت. تجار بزرگ ایران هم که فروش تریاک را به صرفه می‌دیدند، کاروبارشان را تغییر دادند. مثلا حاج محمد حسن امین‌الضرب تاجر معروف قاجار که تجارت تریاک را در یزد رونق داد و مهدی اصفهانی هم شرکتی در اصفهان داشت برای کشت و عمل‌آوری و صادرات تریاک. انگلیسی‌ها تریاک را به چین در ازای کالاهایی چون چای می‌دادند و کمپانی هند شرقی بریتانیا هم به همین دلیل مزارع کشت خشخاش هند را گسترش می‌داد. حالا بازار تریاک ایران برای آنها بسیار مناسب بود تا صادرات تریاک را افزایش دهند. محموله‌هایی که به سر تا سر دنیا می‌رفت، اما چینی‌ها در مقام اول و خود انگلیسی‌ها در مقام دوم خریدار آن بودند. کشورهای مصر، حوزه خلیج فارس و عثمانی و برخی کشورهای اروپایی هم مقام بعدی را داشتند. محصول کمی هم به روسیه می‌رفت که قوانین سختگیرانه‌ای داشت و اجازه ورود تریاک نمی‌داد. صادرات وسیع تریاک ایران که از حدود 80 هزار کیلو در سال شروع شده بود، در اوج خود به 300 هزار کیلو رسید و مقام اول صادرات را از آن خود کرد، یعنی 26% کل صادرات ایران. کاشت محصولات مثل گندم متوقف و همه ایران به کشتزار خشخاش تبدیل شده بود. ابریشم که همیشه در صادرات حرف اول را می‌زد، با فاصله زیاد مقام دوم شد، چه برسد به مخمل و شال و دستبافهای دیگر که صادرات آنها دیگر به صرفه نبود. به این ترتیب مصرف کنندگان داخلی هم افزایش یافتند و اعتیاد گریبانگیر ایرانیان شد. در سفرنامه ها و خاطرات آن دوران از زیادی جماعت تریاکی در ایران آنقدر نوشتند که در این فیلم زمانی برای گفتن آنها نداریم. گرچه صادرات تریاک زیاد در اوج نماند، اما اثراتش در ایران ماندگار شد. اواخر دوره مظفرالدین شاه، یعنی سال 1283، قیمت تریاک در جهان پایین آمد و کم کم صادرات ایران هم رو به کاهش گذاشت. از طرفی با روی کار آمدن مشروطه‌خواهان که تریاک را دشمن آزادی می‌دانستند، سقوط فرمان روایی تریاک شدت گرفت. به این ترتیب سال 1291 خورشیدی، فرش ایران مقام اول صادرات را از آن خود می‌کند و تریاک تنها 7% صادرات را در اختیار داشت. سالهای پادشاهی تریاک در ایران به حدود 50 سال می‌رسد. از 1289 که برای محدودیت آن نخستین قانون در مجلس شورای ملی تصویب می شود تا سال 1367 که ستاد مبارزه با مواد مخدر شکل می گیرد، مبارزه با این ماده مخدر بیوقفه ادامه داشته. گرچه امروز اعتیاد ابعاد گسترده تری یافته و مخدرهای قوی تری وجود دارند که تریاک پیش آنها پادشاه است. اما تا کنون هیچ مخدری نتوانسته مثل تریاک اینچنین بر تخت سلطنت یک کشور بنشیند و فرمان روایی کند.